از آن پس مژده پایندگی داد. سلام و درود و روز بخیر داریم و محضر ارزشمند شما بینندگان عالی قدر تلویزیون هادی در خدمت شما هستیم. امروز هم از طریق برنامه روشنا و اما امروز قرار است مطابق با دوشنبه هفته قبل که شروع کردیم بحث خود راجع به نسل نو و تفاوت‌های این نسل‌ها با همدیگر صحبت کنیم. امروز می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چه عواملی باعث میشه که نسل‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشن و فاصله بین اونها ایجاد بشه. ضمن این که باید توجه داشته باشیم که این تفاوت نسل‌ها در واقع لازمه یک جامعه توسعه یافته است و نشان دهنده خوبی است برای تحولات مثبت در زندگی. این که یک نسل با نسل دیگه تفاوت داره و این معناست که انسان رو به تکامل است و جامعه انسانی رو به تکامل است. اما این که چطور این نسل این تفاوت نسل‌ها را مدیریت کنیم و چه عواملی باعث میشه که باعث فاصله بین نسل‌ها میشه، امروز با هم بحث خواهیم کرد با کارشناس محترم برنامه خانم فتحی. سلام خانم فتحی بزرگوار، خوش آمدیم به برنامه، در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. همونطوری که شما فرمودید، موضوع ما در مورد این است که نسل نو را بشناسیم. بله. و از قبل این شناخت به تعامل خوب با آنها برسیم. بله، گفتیم فاصله نسل‌ها. خانم فتحی، راجع به این با ما توضیح بدید که فاصله نسلی یعنی چی و چه مقدار از سال‌ها باید بگذره، چه فاصله سنی را ما میگیم که یک نسل نو ایجاد شد بعد از چند سال؟ همون دور که میدونید نظام طبیعت. بله. و در کل هر آن چیزی که محقق میشه و رو به رشد پیدا میکنه و به کمال میرسه یک امر تدریجی است. این فاصله ای که ما مد نظر ما هست و میگیم که بین نسل ها فاصله ایجاد میشه، امری است که به تدریج به مرور زمان. بله. نسل ها به لحاظ فکری، به لحاظ ارزشی و به لحاظ عاطفی از همدیگر متفاوت میشن. یعنی اگر ما دیدیم نسل با نسل قبل خودش یا قبل تر از خودش هنجارهای داشتن و رفتارهای کردن و این نوع رفتارها متفاوت بود از نسل قبل. بله. این را میگیم که فاصله نسلی ایجاد شده است. خب این فاصله می توانه به لحاظ زمان بین نسل اول که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما باشند که ما در یک خانواده مثلا زندگی می کنیم، نسل دوم والدین و نسل سوم فرزندان و نواسه ها به وجود بیاید. خب اگر این فاصله به اندازه باشد که ما را از همدیگر دور بکند، به لحاظ عرض کردیم ارزشی و فکری. بله. این ما میگیم فاصله و ما سعی باید بکنیم که این فاصله را همونطور که شما فرمودین خوب است. اما مدیریت بکنیم. دقیقا. بله. انقدر زیاد نشه که ما را از همدیگر دور بکنم. چرا؟ به خاطر که اگر این فاصله بیشتر از اندازه باشد و ارزش ها و اون چیزهایی که ما اون را باور داریم و همینطور به لحاظ عاطفی، به لحاظ رفتاری، این احساس در نوجوان ما و جوان ما ایجاد میکنه که از ما بی‌نیاز است. بله. و حس استقلال میگیره و این حس استقلال نسبت به همه امور امر خوب نیست. هرچند که جوان در سن که میرسه این ویژگیش است که باید به یک سن میرسه که استقلال باید داشته باشه. بله. اما ما این استقلال باید حد و مرزش را مشخص کنیم. پس بنابراین منظور ما از فاصله این گونه فاصله ها هست که سعی کنیم این فاصله ها بیشتر از آن چیزی که خوب هست در جامعه نشود. بله. خب میتونیم بگیم که چی زمینه ها. بله. چه عواملی باعث میشه که بله. این گسست ایجاد بشه، این فاصله ایجاد بشه بین نسل ها؟ این فاصله ها رو ما میتونیم زمینه های متعدد برایش بیان بکنیم. بله. عوامل متعددی هست که
ما را از همدیگر میتونه دور بکنه، ولی ما با مدیریتی که داریم، با آگاهی که میتوانیم داشته باشیم، این فاصله ها را کم بکنیم. اولین موردش که اشاره کوتاهم در جلسه قبل ما داشتیم این است که اطلاعات بزرگترها، والدین و اون کسانی که مسئولیت تربیت نسل جدید را دارن کمتر از نسل جدید نباشه. در برخی از عرصه ها هست. این یک واقعیت است. بله دقیقا. و این بروز نبودن بزرگترها باعث میشه که بین اونها و نوجوانشان و جوانشان فاصله ایجاد بکنن. و خب ما شاید کسی سوال بکنه بزرگتر تجربه دارد، بله، چون عمر را گذرانده، این تجربه‌ای که او داره میتونه در اختیار جوان قرار بده و او راهی که رفته حالا راه خوب بوده که از تجربه خوب استفاده کنه، اگر راه بوده که به نتیجه نرسیده میتونه از تجربه استفاده کنه، این راه را او نرود. ولی چون اطلاعات جوان ها بروز است و اونها میتوانن اطلاعات خودشان را از فضاهای مجازی، از سایت ها و از دیگران دریافت بکنن، پدیده به وجود میاد که به عنوان فنسالاری، یعنی جوان ما به یک تکنولوژی دسترسی دارد، نسبت به او آگاهی دارد که بزرگتر او آگاهی ندارد. خب در اینجا جایگزین تجربه فن و تکنولوژی میشه که بله جوان ما به او مسلط است. خب او بر ما مراجعه نخواهد کرد، چون فضای ذهنی او با فضای ذهنی من متفاوت است. در اینجا راهکار چیست؟ ما چیکار بکنیم که این فاصله ایجاد نشود؟ خب از سرعت و پیشرفت جوان و دنیایی که در حال توسعه است ما نمیتونیم جلوگیری بکنیم. دقیقا. راهش این است که بزرگترها خودشان را به این امر مطابقت کنن و مطابقت پیدا بکنن و اونها هم به این تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن. بله. که البته برخی از بزرگترها شما ببینین جوانها بهشان مراجعه میکنن و اصطلاحات را به کار میبرن، میگه با فلانی مثلا من رابطه دارم یا او را قبول دارم حرفایشه. به خاطر چی؟ به خاطر که طرز فکرش روشن است. انسان اندیشمند است، انسانی است که مرا درک میکنن، متجدد است. این اصطلاحات را میبینیم داریم. خب این بزرگترها، این کسانی که این کار را کردن، قطعا جوانها با اونها مراجعه میکنند. پس اگر میخواییم که این فاصله را ما کم بکنیم، بیاییم اطلاعات خود ما را بالا ببریم و بروز بکنیم. بله. نخواهیم آن چیزی که ما با او سر کردیم و تربیت شدیم عین همون را برای این نسل پیاده بکنیم. حالا خانم فتحی بیاین به این هم اشاره کنین که چی رقم ما میتونیم این اطلاعات و همون رقم که شما گفتیم بروز کنیم اطلاعات خود. شاید در اطراف من پدر و مادر که نگران این گسست نسلی با فرزند خود هستم کسی نباشه که به من این اطلاعات آموزش بده. آیا ایرادی داره که من این اطلاعات از خود فرزند آموزش ببینم و به شکل دوستانه از او بپرسم و یاد بگیرم از او؟ قطعا این هیچ اشکال نداره. ما از همدیگر میتونیم یاد بگیریم. بله. چون عرض شد که در جلسه قبل هم ارزش انسان کم نمیشه. دقیقا. این که معلم او چه کسی باشد. سعی بر این باشد که ما از هر کسی که میتونه ما را کمک بکنه یاد بگیریم، هرچند که کوچکتر از ما باشد. بله. و حقیقتش این است که رسالت ما به عنوان کسانی که تربیت میکنیم نسل جوان را این است که نسبت به مقتضیات زمان خود ما، نسبت به عواملی که در جامعه به وجود میاد آگاه باشیم. این عالم به زمان باشیم. در یک حدیث از امام صادق علیه السلام است که ایشان میفرمایند که کسانی که آگاه باشند به مسائل زمانه، بله، پیش آمدهایی که در جامعه پیش میه او را غافلگیر نمی کند. خب این چه زمانه به وجود میه که من عالم به زمانه باشم؟ زمانی که از علمی که در روز هست، از تکنولوژی که در روز است، از او استفاده بکنم. خب من میتونم وقت مجهز به این علم باشم، پیش آمده هم پیش بیایه مجهز هستم در مقابل او چی کار بکنم. مثال میزنم، امروزه بچه های ما، فرزند های ما
بیشتر با فضای مجازی وقت هستن، بازی هایی را انجام میدن یا آنلاین یا آفلاین. والدین نمیدانن که این بازی چه تأثیرات بر روح و روان جوان یا نوجوان ما دارد، چون آگاهی ندارد به این تکنولوژی. یا بعضی از خانواده ها میگن ما بازی که به صورت آنلاین باشه را اجازه نمیدیم، اما اشکال نداره آفلاین بازی میکنن. ولی بدانید که همین بازی هایی که به صورت آفلاین هم هست، در پس اونها تبلیغات هست که به روح و روان فرزند ما آسیب میزنه. بله. ما چقدر اجازه میدیم به اونها در طی شبانه روز بازی بکنن؟ خب ما باید این مدیریت رو داشته باشیم، یک محدوده زمانی باید تعیین کنیم که این آگاهی رو داشته باشیم، اون را مدیریت کنیم به صورت دقیق‌تر. سپاسگزارم از شما خانم فتحی و همچنین از همراهی شما بینندگان عزیز که با ما هستین. نگاه‌های گرمتون قوت قلب ماست. برگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بینندگان گرامی با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما هستیم و راجع به موضوع فاصله نسل ها با هم صحبت میکنیم. خانم فتحی در استودیو با ما هستن. خب خانم فتحی، ادامه بحث میشنیم، راجع به این صحبت میکنیم که چی زمینه ها و دلایلی باعث میشه که بین نسل ها فاصله ایجاد بشه. پس اولین زمینه ای که باعث میشه ما از همدیگر دور بشیم، یعنی ما و نسل جوان، این است که اطلاعات ما بروز نبوده. دومین زمینه این است که ما ارتباط کلامی با هم نداشته باشیم یا بسیار کم باشد این ارتباط کلامی. چرا مهم است ارتباط کلامی؟ به جهت این که وقتی ما از آگاهی پیدا میکنیم، از افکار همدیگر، از درونیات و آن چیزی که در ذهن ما میگرده توجه داشته باشیم، با زبان منتقل میشه. بله. وقت صحبت ما با هم دیگر نداشته باشیم، ما به افکار جوان ما آگاهی نداریم. و شاید شما دیده باشید که در خانواده ها گفتگو کم شده، اما وقت از جوان یک کار اشتباه را میبینن، به او شروع میکنن نصیحت کردن، موعظه کردن، سرزنش کردن. خب ما نیامدیم قبلش با هم دیگر گفتگو بکنیم و با او یاد بدیم. دقیقاً. او خام است، هنوز تجربه نکرده، در حال تجربه کردن است. خب ما نخواستیم با او گفتگو کنیم، نخواستیم از نیازهای او آگاه بشیم. بله. و اگر اینجا نصیحت هم صورت میگیرد، این نصیحت قطعاً مورد پذیرش او گاهن متاسفانه نیست، بی تأثیر است. ما دیدیم جوانهایی که سکوت میکنن در مقابل نصیحت ها، بله، تذکرات، و این سکوت اونها بدانید که ناشی از احترامی است که نسبت به من بزرگتر دارد. اما در پنهان، در خفا، سرپیچی های از اون دستوراتی که من انجام دادم انجام میدهد. و این چیزی است که متاسفانه در بعضی از خانواده ها دیده می شود که فرزندان در خانواده وقتی در حضور والدین هستند، در حضور بزرگترها هستند، یا مثلا در مدرسه هستند، بسیار انسان های خوب، اما در خارج او گزارشات می رسه که مورد پسند ما نیست. و شاید ما بگیم خب ما نصیحت کردیم، وعظ کردیم، گفتیم، اما ما هیچ وقت گفتگو را بر اونها فراهم نکرده بودیم، گفتگوی موثر نداشته. بله. خب ما میبینیم که
هم در توصیه های دینی ما، بله، هم امروزه عرض شد که جوان ها منطق پذیرن، با زبان منطق با اونها باید صحبت بکنیم و از طرف زبان ما باید نرم باشه. خب ما آمدیم با اونها از یک موضع بزرگتر، بزرگ هستیم و قدرت داریم، با اونها صحبت کردیم، اینها در مقابل ما سکوت میکنن و سکوتشان هم ناشی از احترام است که نسبت به ما دارن، اما در پنهان کار انجام میدن که خلاف میل ما هست. پس بنابراین اگر میخواییم که این فاصله را کمتر بکنیم، بله، باید زمان را برای گفتگو قرار بدهیم. و خیلی فکر میکنم مؤثر از خان فتحی این که ما گفتگو میکنیم با هر کدوم از اعضای خانواده، یک حس صمیمیت و دوستی را ایجاد میکنن، حس اعتماد بین افراد خانواده بیشتر میشه. اگر گفتگو همون رقم که شما گفتین مؤثر باشه، افراد خانواده با یک دیگر اعتماد بیشتری دارن، از دغدغه های یک دیگر آگاه میشن، از مشکلاتی که دارن. شاید جوانی را داشته باشیم که نخواسته باشه و دلیلی که شما ذکر کردین دلیل همون گفتگوهای موثری که نداشتیم، مشکلات خود با خانواده در میان بگذاره، یا به دلیل ترس از همون سرزنش و یا نصیحت‌های بی تأثیری که همیشه با اون مواجه میشه، سعی کنه که کتمان کنه این حقیقت‌ها را و شخص در درون خود یک شخصیتی را بسازه که به قول شما مورد پسند ما نیست و شاید برای ما قابل باور هم نباشه که این چنین رفتار از جوان ما در خارج از خانه سر زده. و این خیلی مؤثر است. ممنون که به این موضوع اشاره کردین. بریم سراغ عامل بعدی. عامل بعدی این است که ما به عنوان بزرگتر ناتوان هستیم در انتقال ارزش‌های خود ما. خب ما به عنوان مسلمان ارزش‌های اعتقادی داریم، اخلاقی داریم و عرف ما هم به تبع همین که ما با مسلمان هستیم، رسم و رسومات ما هم منطبق با همین آیین ما، بله، و باورهای ما هست. خب اگر ما در انتقال این ارزش ها ناتوان باشیم، جوان ما او را نپذیرفته و از ما فاصله میگیره. میبینیم فکر او، رفتار او اونطوره که ما هستیم او نیست. بله. و این دلیلش چیست؟ دلیلش این است که من والد نتوانستم ارزش های خودم به صورت صحیح برای او منتقل کنم. شاید دلیلش این باشد که اولا من خودم به اون فهم درست از ارزش نرسیدم. بعد وقتی میخوایم منتقلشان بکنم، درست منتقل نمیکنم. راه درست منتقل کردن ارزش این است که برای جوان باید او موضع تبیین بشه، توضیح داده بشه، چرایی اون بیان بشه. ما نترسیم از این که بگوییم خب من اگر دلیل بگوییم شاید دلیل من نپذیرد. شما ای را بدانید که آموزه های اسلامی ریشه در فطرت انسان های سالم دارد، بله، از مبانی عقلانی برخوردار است. دقیقا. هرچند حالا شاید ما در حوزه فروع دین ما، در بخشی از احکام دین ما، شاید بگوییم که ما به فلسفه اون نرسیدیم، به چرایی اون امر نرسیدیم. اما باز هم با عنوان یک مسلمان وقت اسلام را قبول کردیم، او را میتانیم به صورت این که چون دین بر ما گفته او را هم بپذیرم. بله. پس ما اگر بیم با زبان از روی تعصب، چون ما مسلمان هستیم این امر را باید شما بپذیرید، به جوان ما گفته بشود، از روی تحکم که چون من بزرگترم این رو میگم شما هم بپذیرید، اونها نمیپذیرن و متاسفانه میبینیم که در انتقال ارزش ها اون کسی که اگر امروزه مقصر باشد، کسی است که مسئول تربیت نسل جوان است و اون نتوانسته این رو خوب منتقل بکنند. خب این انتقال نسل که با انتقال ارزش از یک نسل به نسل دیگر، در واقع یک نوع رسالت از خان فتحی فکر میکنم به دوش هر نسلی که ارزش ها را به نسل بعدی منتقل کنه. حالا این انتقال ارزش ها باید به چه صورت باشه؟
ممکن است که این ارزش ها حتی یک سری تحولاتی در او ایجاد بشه و نیاز به بروز رسانی داشته باشه. فکر میکنم باید به این هم توجه داشته باشیم. شما در برنامه قبل اشاره کردین که به طور مثال در زمینه صله رحم ما اگر بخوایم که میبینیم که جوانان ما امروز ما به مدد گوشی و اینترنت خیلی گوشه‌گیر شدن و از خانواده ها فاصله گرفتن، زیاد به این موضوع دلچسبی ندارن که در محیط خانواده باشن، با فامیل و دوستان باشن و این خب باعث میشه که جوان ما گوشه‌گیر بشه و از خانواده دور بشه. ما چطور میتونیم این را مدیریت کنیم و این ارزش ها را با او منتقل کنیم و بگیم که چقدر ارزشمند است این صله رحم؟ شما در برنامه گذشته یک بار دیگه ببخشید که رشته کلام از دستم رفت، اگر همکاران من لطف کنن صدای گوشی که قطع کنن ممنون میشم. و در این زمینه ما میبینیم که جوان ما دچار مشکل شده و این مشکلی که برای جوان ما ایجاد شده، در اینجا حالا ما مسئول هستیم که این ارزش رو منتقل کنیم به جوان خود و به صورت بروز رسانی. همون رقم که شما گفتین میتونیم گروه های خانوادگی جور کنیم در اینترنت، در فضای مجازی، که از اون طریق علاقمند بشه به دیدار و حضور فیزیکی در این جمع ها. حالا میشنویم از شما که دیگر چطور میتونیم از چه راهکارهای ارزش ها را بروز بکنیم و انتقال بدیم به نسل جدید. ما روش های متعدد میتونیم داشته باشیم که عرض شد، یکیش همون بروز بودن در شیوه انتقال این ارزش هاست. بله، برخی ها این گونه میگن که شاید ما با عنوان بزرگتر مقصر نباشیم، ما ارزش ها را میگیم اما جوان پذیرش ندارد و جوان ها دارن به سمت و سوی میرن که مثلا ارزش ها را قبول ندارن یا دارن مثلا بیدین میشن. و قطعا این صورت نیست، به این صورت که برخی ها میگن نیست. ما شاهد آمار عظیم از این جوان ها در همه مراسمات ما هستیم. این شما اگر مراسم های مذهبی را در نظر بگیرید، وقتی ماه محرم میشه، ماه سفر میشه، تحولاتی که در جامعه بشری امروزه به وجود آمده، شما ببینین بیشترین کسانی که در جامعه هستن کیها هستن؟ همین جوان ها. جوانان هم بله، شاید روش اونها با ما فرق کرده باشه. دقیقا هم مطالعاتی رو نشان میده که جوان ها گرایش دارن به دین، به مذهب، به ارزش ها. هم شواهد، شما اگر همین پدیده اربعین حسینی علیه السلام را دیده باشید، بیشترین کسانی که شرکت میکنن جوان هاست. بله، و ما با عنوان شاید بزرگتر در برخی از موارد روی برخی از رفتارهایشون اعتراض هم داشته باشیم یا قضاوت های داشته باشیم که مثلا این نوع پوشش اون یا این نوع رفتار او مناسب این مجالس، این گونه مراسم ها نیست. خب ما بپذیریم که جوان ما معتقد هست به ارزش، بله، اما در شیوه او با ما متفاوت است. نوع رفتار او در پاسداشت از ارزش ها شاید متفاوت باشه با رفتاری که ما توقع داریم یا ما انجام دادیم. بله، ما عرض کردیم که هر نسل عین اون نسل قبل خودش نیست. تا جایی که در اصول با هم مشترک هستیم، بله، حالا اگر در شیوه ارائه کمی با هم دیگر متفاوت هستیم، این یک امر طبیعی است. باید منعطف باشیم و این را بپذیریم، کار نکنیم که جوان ما کلن از ارزش هایی که ما داریم و دور بشود. پس وظیفه ما به عنوان کسی که این کار را میخواییم انجام بدیم این است که او را به صورت درست تربیت بکنیم. وگرنه کسانی که نه با ما به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اصول حتی اخلاقی، چون اصول اخلاقی یک امور هست که انسانی است، شاید سازگار نباشه و اونها جوان ما را تربیت بکنند، چرا که جوان ما با تکنولوژی دسترسی داره و کسان دزد افکار فرزندان ما و ارزش هایی که ما داریم بشود. بله. در سبت. یک حدیث از امام علی علیه السلام است در مورد تربیت که میفرماید کودکان، یعنی قلب کودک و نوجوان آماده پذیرش هر نوع بذره هست.
بله. خب اگر این بذره، این قلبه که آماده پذیرش خوبی ها هست، ما نتوانیم او را تربیت درست بکنیم، ما نتوانیم ارزش های خوب ما را منتقل بکنیم، دیگران قطعا این کار را خواهند کرد و از فرهنگ ما و ارزش های ما، جوان های ما را دور خواهند کرد. دقیقا. ممنونیم از شما خانم فتحیه بزرگوار. بریم و برگردیم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. ادامه میدیم بحث خان فتحی. گفتید که گسست نسل ها یکی از دلایلش این هست که ما اصولی را برای جوان خود و نسل جدید خود نتونستیم منتقل کنیم، در حالی که اصول ما همون اصول هست و دلیل نمیشه که اصول تفاوت هایی در او ایجاد شده باشه. و اگر ما در این زمینه سعی و تلاش نکنیم، اصولی که حالا دیگران یا اصولی که مورد پسند جامعه اسلامی نیست را شاید تلاش کنن که منتقل کنن به جامعه و به ذهن جوانان ما او را حاکم بسازن. میشنویم ادامه بحث از شما. پس بنابراین اگر میخواییم که نسل امروز ما در ارزش هایی که ما با هم داریم از ما فاصله نگیرن، باید ما خودمان را مجهز بکنیم به روش هایی که میتونه این روش ها باعث بشه که ارزش ها به صورت صحیح و درست به نسل جوان منتقل شود و جلوگیری شود از این فاصله نسل ها. مورد دیگری که خدمت عزیزان عرض بکنم این است که در فرایند الگوسازی ما ناتوان باشیم. بله. یعنی ما خود ما کار نکردیم که الگوی مناسب باشیم یا الگوهای مناسب را معرفی بکنیم برای نوجوان ما. اگر به این صورت باشه که ناتوانی ما در الگوسازی صورت بگیره، قطعا نسل از ما فاصله میگیرد و الگوهای دیگر را اونها میپذیرند. خب یکی از خصائص دوره نوجوانی و جوانی این است که اونها میخواین به مد باشن. بله. و اون کس میتونه در هر زمینه، یعنی فکرش جدید باشه، طرز رفتار جدید داشته باشه که به مود باشه، مطابق با روز باشه، او را قطعا با عنوان الگو میپذیره. خب این نیاز او را ما میتونیم با عنوان بزرگتر برطرف بکنیم. بله. اینجا اولین نهادی که هست، چی در انتقال ارزش ها، چی در الگو سازی، نهاد خانواده است. هرچند که امروزه مجموعه ها و نهادهای آمدن که مکمل این امر هستند. خب در گذشته در خانواده همه این کارها تا حد خوب صورت می گرفت. بعد از 7 سال بچه ها به مکتب می رفتن، به مدرسه می رفتن، بعد وارد دانشگاه می شدن، وارد کار می شدن در جامعه. اما امروزه این کاهش پیدا کرده، در کنار خانواده مکمل های دیگر زودتر از اون با زمانی که باید صورت بگیره وارد
عمل میشن میشه وارد خب مردم امروز مشغله های زیاده دارن، حالا برخی هم کار دارن، باید کودک خودشون را از کودکی در مثلا کودکستان بگذارن. یک مسئله همین فناوری هایی است که در دست کودکان ما قرار گرفته و اینها آگاه میشن از مسائل و اینها میتونن الگوی انتخاب بکنن که خارج از اون الگویی است که من ارائه دادم. بله. و من ناتوان بودم که این الگو را معرفی بکنم. پس ما سعی بر این بکنیم که متاسفانه به این صورت نباشد که در برخی از جوامع خانه یک محل استراحتگاه شده. در حالی که خانه جایی است که هویت انسان اونجا ساخته میشه. اونجاست که معناهای ارزش‌های ما گفته میشه و باز تولید میشه و فرزندان ما او را میپذیرن. بله. اگر ما این کار را نکنیم فرزندان ما الگوهای دیگر انتخاب میکنن. باز یکی از ویژگی‌های دوره نوجوانی و جوانی این است که بیشتر به دوستای خودشان فرزندان ما علاقه‌مند هستند. خب اینجا من به عنوان والد سعی بر این کردم که الگوی مناسبه به عنوان دوست فرزندم انتخاب بکنم، برش معرفی بکنم. دقیقا. خب من باید آگاه باشم به این که این خانواده ای که فرزند ما به او میخواد دوستی ایجاد بکنه چه خانواده است؟ آیا به لحاظ ارزش هایی که ما داریم با ما تناسب دارن یا ندارن؟ چون همه مشکلات یا نیازهای خودش را فرزند به نوعی میخواد با دوست خودش این را رفع بکنه و برطرف بکنه. پس ما سعی بکنیم که خانه فقط محل استراحتگاه نباشد. به گونه ای نباشد که برخی ها میگن که ما در طول هفته شاید همدیگر را یک ساعت یا دو ساعت نبینیم. و این پدیده در جوامع دیگر ایجاد شده و زود است که در جامعه ما هم ایجاد بشه. این یک پدیده جهانی است، چون مشغله ها و کارهای افراد زیاد شده و شاید برخی ها در یک شیفت دو شیفت کار میکنن، فرزندان هم مدرسه میرن، وقتی که برمیگردن یا والدین مثلا نیستن یا فرزندان خب نه زمان برای گفتگوست که بتوانیم ما گفتگو بکنیم، از درونیات فرزند ما آگاه بشیم، نتوانستیم ارزش های ما رو با او منتقل کنیم و نتوانستیم ما الگوی مناسب باشیم. بله. پس سعی بکنیم که الگوهای مناسب برای فرزندان ما باشیم تا این فاصله هرچی زودتر کمتر بشه. هرچند که گفتیم فاصله خوب هست تا جایی که بتونیم مدیریت داشته باشیم نسبت به اونها، وگرنه کسانی بر ما الگو سازی میکنن که شاید ضد فرهنگ و ارزش های ما باشد. بله. شما ملاحظه بکنین ما با عنوان بزرگتر در برخی از پوشش ها، بله، در برخی از نوع رفتاری که جوان ها دارن قبول نداریم یا مثلا معترضیم که شما چرا مثلا این پوشش را دارید و انتخاب کردید. خب دیگران آمدن الگو سازی کردن و جوان ما او الگو را پذیرفته است، هرچند که شاید ضد ارزش باشد. با عنوان مثال عرض می کنم، چون همگی ما درگیر این مسئله هستیم، پوشیدن لباس هایی که مثلا آلت کهنه معلوم میشه، پاره معلوم میشه، این آیا یک هنجار و ارزش عرفی است؟ قطعا هیچ عقل سلیم ایره نمیپذیرد، اما به گونه معرفی شده که مد روز است. بله. و جوان ما همون را میخواهد بپذیره و تقلید بکنه، چون اونها آمدن همون چیزی که ارزش نیست. بله. اما با یک زبان خوب، با یک افرادی که مشهور هستند، با یک سری جذابیت ها ایجاد کردن و اونها شدن الگوی جوان ما. بله. پس بنابراین ما انشالله سعی بر این داشته باشیم که الگوی مناسب برای فرزندان ما باشیم و این هم سومین عامل است که ما را از همدیگر دور میکند. بله. دو دقیقه فرصت دارم، اگر که بحث سریع‌تر و کوتاه‌تر ادامه بدیم ممنون میشم. یکی از زمینه‌های دیگر نپذیرفتن تغییرات است که در جامعه به وجود میاد. بله.
ما نمیخواییم که بپذیریم که جامعه تغییر کرده است و جوانی که در این جامعه زندگی میکنن متغیر و متفاوت با ما هست و یک نوع رابطه را میخواییم که یک سویه باشه. یعنی من ارزش ها را قبول دارم و آن چیزی که من باید قبول دارم و رفتار میکنم میخواییم که عین همون را از جوان هم بخواهم، تحمیل کنم بر اون. یک نوع تحمیل است. بله. و اینجا تعارض جواب نمیده و جواب نمیده بر نتیجه برعکس خواهد داد و از ما دور خواهد شد. پس من به عنوان کسی که مسئول تربیت جوان هستم باید این تغییراتی که در جامعه هست، بله، هر چند که شاید میل من به او نباشد اما باید منعطف باشم. ببینم که به اصول ما هم ضرر ایجاد نمی کنند. بله. اما می توانه که من به نوع با او جوانم رفتار بکنم که جوان را به سوی خودم جذب بکنم. بله. و از اینجاست که می توانم فاصله خودم با او کم بکنم و این فاصله ایجاد نشود، یا اگر ایجاد شد کم باشد و صورت نباشد که ما را کلن از همدیگر متفاوت بکند. پس بنابراین اگر میخواییم که به عنوان کسانی که مسئول تربیت هستیم نسبت به زمان خود ما آگاه باشیم، این یک توصیه دینی است که بزرگان ما عرض کردیم امام صادق علیه السلام فرمود، یا در یک روایت دیگر امام علی علیه السلام میفرماید کسی که آگاه به زمان باشد از پیش آمدهایی که احتمال می‌دهد ایجاد بشود خودش را ایمن کرده، این مجهز هست. خب امروز می‌دانیم که تکنولوژی تا اگر بیشتر از یک حد استفاده کنه ضررهای جسمی و روحی بر فرزند ما داره. بله. اگر ما هم بیایم مجهز به همین علم بشیم، به این تکنولوژی بشیم، هم فاصله را کم کردیم، همین که حس دوستی را بین خود ایجاد بین اونها ایجاد شده و قرار ما بر این هست که انشالله این نسل با ما دوست بشن و از ما فاصله نگیرن. انشالله. سپاسگزاریم از حضور گرمتان در برنامه و همراهی شما عزیزان که با ما همراه بودین در برنامه روشنای امروز. با هم مهربان باشیم و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.